سلام عرض شد. سلام. چای میخوری؟ شما کوفتم به من بدین میخورم. چرا دیروز این کارو کردین؟ اصلا چرا همچین اعترافی رو کردین؟ گیریم راست باشه، ولی کار درستیه؟ خیلی وقت بود بهش فکر میکردم. بارش رو دوشم سنگینی میکرد. ظاهرن نیروش بود. از دکترش پرسیدم چیزی میشنوه؟ گفت نمیدونیم. رفتم بالا سرش، دیدم خوابه. بهش گفتم قول میدم گاراژ تو سر پا نگه دارم. تنها راهی بود که میتونستم خودم راضی کنم. بعد که به اوش اومد اصلا من رو نگاه نکرد، فقط روز آخر گفت اقلن هوای برادرت و خواهرات رو داشته باش. وای این اقلن رو که گفت فهمیدم اون شب قضایی نه تنها خواب نبوده، بیدار بوده، همه حرفای منم فهمیده. از اون بدتر این که شاهد گناه بچه بوده که فکر میکردی که از همه بهتر بارش آورده. پس برای همین همیشه با تغییر کار برای شما مخالفین. این قولای بزرگ و عذاب وجدانهای قبل از مرگ همه به نظر من مال فیلم هست. پدر من مردم کلاهایی از سر هم برمیدارن که این توش هیچه. دنیای امروز ما اینجوریه دیگه، اگه بخوایم جلو بزنیم باید بدویم، وگرنه عقب میافتیم. بزرگ فکر کن امیر. بزرگ فکر کردن فقط این نیست که از همه جلو بزنی. بزرگ فکر کردن اینه وقتی همه دارن کلاه همدیگر رو برمیدارن تو بر ندار. میدونه اون چند روزی که بیمارستان بودم به چی فکر میکردم؟ تو خواب و بیداری همش فکر میکردم که تو میای دست منو میگیری، انگشتامو میزنی پای سنت. از خواب میپریدم و انگشتامو نگاه میکردم. خاک بر سر من که از خودم تو ذهن شما همچین دیوی ساختم. امیر جان تقصیر تو نیست. این گذشته منه که با هم میاد. سوالی رو که چند ماه پیش ازم کردی الان بهت جوابشو بدم. یادت هست ازم پرسیدی که شما با شوهر شمال شهر چی کار میکردین؟ دیگه الان برام مهم نیست. البته بگین شاید دوباره غافلگیری بشه. شوهر با نقشه به تو نزدیک شده بود. اون فهمیده بود که من چه خطایی در مورد برادرم خواهرام کردم. شما خودت بهش گفتی؟ دوتا حاج آقا گفته و اعتماد شما رو جلب کرده. چرا انقدر پدر من ساده جلو این زنا؟ اتفاقا تنها کسی که ساده است و گولشو خورده شمایی، نه من. من که دنبالش رفتم تحتوم ماجرا رو درآوردم. تهدید کرده بود که اگه پروژه گاراژ رو با اون رانندازی میاد همه چی رو بهتون میگه. منم تعقیبش کردم، تقدوش رو در بردم،
که مچ منو گرفت و پرید تو ماشین. حالا حسن هم میگفت، کی باور میکرد؟ اولش هیچ که باور نمیکنه، ولی کم کم نشونه ها میان کنار هم قرار میگیرن، پازل کامل میشه. من که هنوز باور نمیکنم چجوری این کارو کردی. مگه من دیوانم که همه جا آبروی خودمو ببرم؟ شما برای نگه داشتن گاراژ هر کاری میکنی. ثابت کن که چجوری بوده. یعنی چی انگشت با بزرگ شما میزدید زیر سند مثلا؟ نیف، من باور نمیکنم، باور نمیکنم. کاش پدر من چیزی نمیگفتی، من واقعا راضی بودم به همه موش گربه بازیه. دیگه تحملش برام سخت بود. البته سخت ترین قسمتش هم حضور تو بود. برادر آدم اشتباه بکنه سخت تر از این نیست که پدر آدم اشتباه کنه، اونم برای یه پسر. دوست ببخشید به خودم، من هزار تا بدبختی دارم، هر روز گاراژ، ارثم. ما که اینطوری شدیم ها؟ پدر مادرمون مردن، هیچ کدوممون چشم ارث میراث نداشتیم. البته همه هم اینجوری نبودیم ظاهراً. امروز دیگه هرچه درباره این موضوع میخوای بگی و نگی بگو و خلاصمون کن. مثل امام که توش وصلت بچه هامون بود و خوشبختیشون به اینجا رسید. واقعا اصلا آدم نمیتونه باور کنه، همش بحث ارث و چه میدونم یک گذشته ای که خدا رو شکر که مامان مرد و این روزا رو ندید. خدا رو شکر، رازیه جان، شما چیزی نمیخوای بگی؟ نه. اگه چیزی تو دلت بگو، بگو، خودتو یه ذره سبک کن. نه، حرفی ندارم داداش. همینقدر که میگین داداش خیلی حالم خوبه، قانعم واقعا، قدرشو میدونم. جان جان شما داداش، داداش رسول، باور کنید همه چی پول نیست. کاش همون موقع که این مالو برمی داشتین اینو درک میکردین، هم الان که میخوایم بین ما تقسیم بکنید. و الا من الان توی خونه سه برابر خونه فعلی من بخوام زندگی بکنم، تأثیری تو خوشبختیم نداره. حالا بهش میرسی، میفهمی من چی میگم. تو رسیدی؟ نچشیدی خواهر من، مزه پولداری رو نمیدونی چیه. همین ساعتی که الان دست آقا رسول میدونه چند قیمتش. این کادو عزیزم، مال تو. نه دیگه، زمان صدقه گذشت. خیلی خوب تو هم الان این ساعت من ارزونه، صبح و ظهر نشون میده ها؟ من میگم اصلا قرار امروز رو کنسل کنیم بریم فردا بگیم. وای نه تو رو خدا. ببینید، من گاراژ رو میخوام بر اساس سهم الارثی که شرعیه تقسیم بکنم. بنابراین هر کدوم از خواهران نفری یه دونگ بهشون میرسه، ما دوتا برادرم نفری دو دونگ. طبیعتا من سهمم رو منتقل میکنم به امیر، بقیهش هم که مال خودتون. ببخشید، اون وقت اون سودا و پولایی که این همه سال از اون گاراژ خرج شده چجوری محاسبه میشه؟ جهان تمومش کن. چی رو جهان تمومش کن؟ جوانی من برمیگرده، عمرم برمیگرده. اون کاری که تو 20 سالگی با این پول میتونستم انجام بدم با الان یکیه. یادته که آرزو داشتم یه کبابی داشته باشم داداش.
میگفتی سرمایه بخش آسونشه، مدیریت میخواد، بلد بودن میخواد. آخرم سر بحث رو یه جوری گرد کردی که رسیدی به اینجا که بیا گاراژ سر اون کار که نه اون موقع دوست داشتم نه الان. خب الان تقریبا تجربه داری. بس کن دیگه راضیه، چقدر خودتو میزنی به اون راه. تو ممکنه فرق ساعت ارزون و گرون رو نفهمی، ولی فرق دانشگاه و خوب و بد رو که میفهمی، فرق یک شوهر سالم و مریض رو که میفهمی، فرق یک شغل بی درد سر و با مسافرکشی که میفهمی. من خیلی هم شغلم رو دوست دارم. بله حاج رسول، خواهر ما به خاطر نیاز مالی داره میره مسافرکشی. سهمشو اگه داده بودی وضعش اینجوری بود؟ ایناست اون خسارتایی که دارم میگم، اونا رو چجوری میتونی محاسبه کنی؟ اما را همیشه تا تونستم به همتون رسیدم، ولی هر وقت به راضی پول دادم قبول نکرده، چی کار باید میکرد؟ سهم خودمون رو این صدقه داره میندازه جلومون، اونم با هزار تا منت. من سر کی منت گذاشتم؟ همون کبابی هم که میگی خودت اصراری نداشتی، بگن من که حرفی نداشتم. دیگه چجوری باید میگفتم؟ میافتادم به دست و پاتون؟ این همه اموال تو پخش و پلایی نامی کنی، کاش قدر میدونستن. 20 سال خرج 3 تا خانوادر دادی، چی شد آخرش؟ منم فدای اینا خانوادهشون کردی، ارزشش داشت واقعا؟ ببین شازده بشین بگو همینجا. سهم خودمونو، پول خودمونو با 20 سال تأخیر میخواد بهمون برگردونه، ممنونش باشیم؟ تو تا دیروز تو روی بابات وای میستادی، الان که گاراژ داره از دستت میره دلسوز شدی. آره پدر پسر خوب به هم دیگه میایین. خدا رو شکر که به تو نمیایین. بس کنید دیگه، مردشی رو کلش رو ببرن. آخه این چه حرفایی میزنید؟ یه خود حرمت نگه دارید. امیر کجا؟ من حرمتامو خرج کردم آبجی، الان وایسادم حقمو بگیرم. جان یعنی تو این 20 سال من هیچ کاری برات نکردم که یه ذره حرمت نگه داری؟ ها؟ جبران خطاهای خودته، اونم نه همش، یه سر سوزنش. منت نداریم. بچه این بدبخ از زیر خاک بر میگرده؟ ببین حاج رسول تولایی، مغلطه نکن، درست حساب کتاب کن با تمام سودا و بدبختیاش و سود سهم ما. اون وقت میبینی که خونه و ماشینت هم کفاف بدهیاتو نمیده. هر وقت تونستی عادلانه تقسیم بکنی اون وقت ما رو خبر کن. پس سلام نامه تمام. من فقط دلم برای پدر خدا بیامرزمون میسوزه که این همه سال پیش خودمون فکر میکردیم عجب آدم بی انصافی بوده که همه اموالش رو فروخت به پسر ارشدش. بیچاره بابا. مرسی، لیوان آب بیار. ببخش، قرصتون کجاست؟ متوجه کتا باز کنید، دستتونو بیاری یه دونه برمی دازم. خواهر بده بیه ذرا بخور. باشه باشه مرزی جا. بله شما برو. ببخشی دادش، فرناز تو خونه تنهاست، برم میرم. اگه کارم داشتین خبرم کنین میام. ببینم خدافز. خدافز. منش به یه ذره آب بخور. تو باشانس کار میکردی، من نمیدونستم. حالا بعدن حرفشو میزنیم. کیا میدونه؟ جز خودمون کسی نمیدونه.
الو سلام، خوبم، تو چطوری؟ برناز؟ خوب حالا حالش؟ حالش بهتر شد بگین زنگ بزنی معذرت خواهی بکنه لااقل. نمیدونم، دو سه روز ندیدمش. خوبه لابد، از من و تو بهتره، مظلوم نمایی میکرد. حالا حساب کتاب اصلا یه طرف گیریم که ما حقمونم بخشیدیم، که من اصلا دلیلی واسه همچین کاری نمیبینم. این عمر از دست رفته ما رو میخواد چیکار بکنه؟ کی باید اینو جبران بکنه؟ خب تو فکر کردی این حرفا برای من راحته؟ من یکی که موندم از این من چجوری بهش بگم برادر؟ شلوغ میکنه. حالا دیگه طرفداری اونو میکنی؟ دزدی نیست؟ ریاکاری نیست؟ خیانت در امانت؟ خب بعد چیه؟ خودش بود آدم خوبه، ما میگم مش آدم نادون دور برش. من اگه از پولم بگذرم از این تحقیر شدنم نمیگذرم. حالا من باید برم. بله فرنازو دیگه دکتر اعصاب باید ببرین دیگه، چه میدونم. باید آفز حواس همون پرد کرد یه برای سوخت. درباره رسول حرف میزدیم؟ برنجو دیگه خودت بذار. بی خیانت در امانت کرده، چی امانت داشتی دستش؟ باید برم ماشین رو نشون مشتری بدم. عمره کیو هدر داده؟ تو به این کار کار نداشته باشه. فکر میکنی نمیفهمم حالت عوض شده؟ الان تخریه یه اوم جلو چشاده. بگو جهان، حرفتو بزن. موضوع راجع به گاراژ و مال اموال بابامه که این همه مدت دست رسوله. خب مگه با پول خودش نخریده؟ نه. امضای بابا رو جعل میکنه، سند رو میزنه به نام خودش. الانم میخواد سهممونو بده. جمعمون کرد، گاراژو تقسیم کرد. شما چی گفتی؟ هر کی یه چیزی گفت. من گفتم فقط گاراژ نیست که. اون سال اگه من کار خودمو تونسته بودم راه بندازم، الان یک جهان دیگه شده بودم واسه خودم. حداقل واسه خودش شده بودم ها جهان تولایی. چجوری تونسته؟ به خیال خودش سهممونو خرج خودمون کرد. جوابش چیه؟ به ما، به وجدانش، پیش خداش. لابد نتونسته وجدان خودشو قانع کنه که بعد از این همه سال به حرف اومده و حقیقتو گفت. ما رو بگو این همه سال به کی احترام گذاشتیم؟ با صد رحمت به داداشای من، هدر خودشون اعتراف میکنن میگن دو دره ایم، اگه نباشیم کلامون پس معرکه است. آره شما نمیخواد این وسط از آب گلالود ماهی بگیری. هر جوری که دارم فکر میکنم میبینم داداشای من بهترن، حداقل اهل خیانت نیستن. احترامشو نگه دار سریا. بر چی نگه دارم؟ جله امضا اونم از پدری به اون قدری که پول عزیزاتو بکنی تو جیبت؟ به قول مادرم توف به گور پدر شبر. بهت میگفتم که یه ریگه به کفش داداشته، اینجوری که میگه نشون میده نیست، بعد میگفتی نه. حالا به حرفام ایمان آوردی؟ به حرفام رسیدی؟ Mm-hmm.
الو. به به خانوم، خوبین؟ چه عجب. نه خوب نیستم. یعنی از اون روز که تو کلانتری بودی بهتر نیستی؟ نه اصلا. ببین من میتونم یه سر بیام بهت بزنم، کارتم دارم. حوصله خودم هم ندارم. یه خبرایی دارم که شاید حالتو خوب کنه. چی مثلا؟ چی میتونه حال منو خوب کنه؟ دلارا رو پس دادن، به غیر از اون آشغال دو نفر دیگر هم گرفتن. کیان؟ یعنی اسماشون؟ از طرف کیان؟ سهلک رو میشناسن؟ حالا تو فردا بیا بریم آقای خودشون کامل برای توضیح میدن دیگه. واقعا نمیتونم. یه بار دیگه اونجا بیام ممکن از عصبانی قلبم وایسه. البته بهتر، راحت میشم. یه چیزی بگم نمیگی دیوونه؟ نه نمیگم. وقتی بهش حمله کردم خودم از بیرون میدیدم، احساس میکردم یکی دیگه است. میخواستم جلوشو بگیرم ولی زورم بهش نمیرسید. شمایی؟ ببخشید. من میخواستی کی باشه؟ ببخشید، حواسم نبود. خیلی خوش آمدید. آقا رزی، آقا رزی. سلام آقا جان. آقا رسول خوبه؟ اگه بهتون نگفتن اینجا تعطیله. و چرا معطلی؟ ببخشید. معلومه که نگفتم. قرار شد هر موقع اینجا تکلیف گاراژ معلوم شد، تکلیف ماها معلوم شه. تکلیف کل گاراژ معلومه. همه اینجا باید خراب شه. چی شده؟ قرار شده پاساژ شه، نه؟ به شما ربطی داره؟ سرمایه‌داری شما. میگم همه اینجا باید خراب شه. حاج رسول گفتن که فعلا گفتن که گفتن. فعلا مسئول اینجا منم. تعطیل، وانت و کامیونت میاد، همه چی با جمع بشه بره. ببین آقا جهان، نگاه کن اینو، میبینی این شاسی چه 3 متره. نمیتونم تو اتاق خواب خونم ببرم، نه تو حاله. وقت بده یه جا رو پیدا کنیم ببریم. مسئولش منم. خانم ها ما مسئولشیم. بله که شما مسئولشی. خیلی خوب، مسئولش منم. میگم برید یه انباری کوفت زهرمار رو پیدا کنید، جمع کنید برید بابا. تو چی میدونی از تخلیه ها؟ باز داداش ارشده. ببین برادر ارشد من اینجا دیگه کاری نیست. تو هم یا اینو تو کلات فرو کن یا خودم تو کلات فرو میکنم. فرو کن مغزتو به کار بنداز. ببین آقا جهان، خود من اینجا 30 سال سابقه کار دارم، 30 سالم لیست بیمه رد کردم، اینا هم همینجور 15 سال 20 سال دارن. اینجوری نیستش که بگی جمع کنین بریم. فردا صبح اول وقت وزارت کار شکایت. بفرمایید شکایت. ببین تو هم بخوای قلدور بازی در بیاری واسه من، وسایل تو همین امروز میرسن تو کوچه. بله آقا جان اومده اینجا. بله دعوا و درگیری آقا. سریع خودتون برسون گاراژ. بله بله جان متوجه نمیشه زبونه این بچه ها رو. خودتون که استاد منی، زبان سوس سر سبز میدهد برباد. ببخشینا فقط بیا. جان بیجا کرده که مسائل خانوادگی رو برای شما گفته.
بعدم شما خیلی بیجا کردی که تلفن دستت گرفتی به این اون زنگ زدی. من نمیدونم، دشمن شادکن نباش سریا، دشمن شادکن نباش. خودتون میدونی. با کی دعوام کردی؟ کجا رفته بودی؟ رفتم هوا بخورم. با کی دعوام کردی؟ با سریا. سر جهان و این دعوام رو پرش. اسم دایی شنیدم، چی شده باز؟ هیچی. مشکوک میزنی ها؟ من؟ بچه ها هرچی بلنده بیارید اینجا، کوتاه را هم بذارید همونجا باشه، بیام بهتون بگم چجوری تا کنید. تقریبا از 5 سالگی تا کردن آموختم. کتاب دارم. پس تو 20 سالی جلویی. اینو بگی. اینو برای چی تا کردی؟ خب قرار شد خارجیه رو بذاریم اون بر دیگه. خب که خارجیه رو؟ این نیست. سر کنه هم نهاش. یکی دیگه هم نیست. بله عمده. اینا نیست امیر، اینا باید این کار درست نمیدونم. بجای این کارا بیاین اینا رو دونه دونه بپوشیم. من میخوام ازتون عکس بگیرم، یه سری رو میخوام اینترنتی بفروشم، یه سری رو بذارم تو گالری. نه من دوست ندارم این قرتی بزرگ مونم. اینقدر قور نزن دیگه، نتیجه رو ببینی نظرت عوض میشه. بعد اینا همه مدل ازشون هست؟ آره همه مدل هست، هر تعدادم که بخوام سفارش میگیره. بعد تک فروشی سود داره؟ آره داره. همشون هم عکس دار. همشون هم عکس داره. آها راستی، زودتر یه اسم واسه برندتون به من بگید، بعد برم ثبتش کنم. نگید دیر شد. برند که زدیم دیگه، همین به نظرم خوبه، پروانه. لوگوش هم زدیم. پروانه؟ باشه، پروانه. بعد ببخشین، قراره سودمون تقسیم بر 3 نفر شه؟ شما شریک اینجا؟ نه، من فقط جنسای خودمو میارم، مثل بقیه. بعد این میزان از پیگیری از چه بابته؟ این میزان پیگیری به خاطر نادر. مثلا شانس تقسیم کنن صف نفر اول دیگه. های دکتر نمیخوام. بر تو بردم. نمیخوام. فرناز چه خبر؟ فرناز نیست و نخواهد بود. چرا؟ برای چی باشه با این اخلاقای گنده من؟ اینقدر تواضع و فروتنی و این چیه؟ کیه؟ فرنازه؟ کد 74. از کد 74 15 تا بفرستید ممنون. این کیه؟ شماره من از کجا آورده؟ مشتریه دیگه، شماره شما تو تارو گذاشتم واسه سفارش. خب بهش بگو باشه بیانه بده حل. خب اگه 15 تا نداشته باشیم مگه داریم اصلا اونقدر؟ نه نداریم 15 تا، یه دونه داریم فقط. خب زنگ بزنیم بپرسید دیگه، الکی چی بگیم بهش؟ یه زنگ بزن به عقیق بپرس. بابا به زبون خوش دارم میگم برن. آی عمو بس دیگه، هیچی نمیگیم برن برن در آوردی. ما اینجا تو بیشتر عقاب و گل داریم. شهر هرت نیست همینجوری سرتو بندازی پایین بیاییم علت ها کار بیکار کنی. بزرگتر از تو هم نمیتونه به ما بگه اینجا چیکار کنیم چیکار نکنیم. تو که عددی نیستی بابا. عددی نیستم، الان عددو بهت نشون میدم. مردی که فکر کردی با کی طرفی؟ با کی نبره برم؟ کجا میری؟ هرچی به زبون خوش بهشون میگم. کجا میری؟ اینجا مقابل برم. الان حالیتون میکنم. چیکار داری میکنی؟
کاری که درسته رو دارم انجام میدم. اینجوری میخوای اینجا رو اداره کنی؟ من هر جور صلاح بدونم اینجا رو اداره میکنم. بیا بریم تو دفتر با هم. چرا؟ اینا که گاراژ رو صاحب شدن. نکنه گاراژ رو بین اینا تقسیم کردین. واقعا برات متاسفم. هنوزم شما متاسفین؟ بعد از این همه بلا که سر ما اومده نوبت ما نیست که متاسف باشیم. نیست. چرا هست؟ ولی هیچ ربطی به آدمایی که اینجا دارن کار میکنن نداره. همینی که گفتم. تا آخر ما تخلیه و سلام. الان دیگه نوبت شماست که مزه جهان بودن رو بچشید. جهان ببین، من هیچ مشکلی ندارم که تو اینجا رو صاحب بشی، هیچ مشکلی هم ندارم که به من بد و بیا بگی، اما یادت باشه اینجا گاراژ پدره، یادگارشه. باید یه طوری رفتار بکنی که در شأنشه. آره، پدرگاهی با بچه هاش خوب تا نمی کرد، اما با همکاراش عین آدم رفتار می کرد. یعنی من حیوانم دیگه؟ نه حیوان نیستی. ببین، من بهت ظلم کردم، من بهت بد کردم، من حق تو خوردم. هرچی میخوای بد و بیرا بگی به من بگو، نه به پدر، نه به همکاراش رو که رو اسمش قسم میخورم. شما وکیل وسیع بابایین، سهم بچهاشو داشتین میخوردین، ضرر به کی داشتین میزدی حاج رسول؟ بسته دیگه، یک کمی فکر کنید. تا کی آخه؟ هر برادری جای من بود میدونی چه رفتاری داشت؟ آره میدونی. نمیدونی؟ طاقتشو دارین بگم؟ نداری؟ نداری؟ اون دفتر کی تخلیه میشه ما مستقر شیم؟ هنوز حساب کتابای اون دفتر نکردم. مامان جان من خودم تمیز میکنم. ممنون. چرا مادر خب بزه جارو من بنا. من خودم تمیز میکنم. بفرمایید شما. خیلی خوب. دیگه خیلی خوب باشه برو. Thank you.
بخند یه لبخند یه لبخند حالا حالا از بچرخ آقا می دقیقه زن خوب در میاد مثل میدونه دربند حالا یه فرم دیگه مثلا این حالا مثلا یا مثلا هر جوری دیگه خوبه خوبه اینا درستش کن یه ذره آره اینا رو اون بپوشن آره بپوشون بذار زیر زیر بیار بالا حالا از اینجا بخواه حالا یه دونه بدون شال بگیریم گرفتیم آره چرا بدنت سرت فروتن تواضع حالا یه ذره غرور 44 خواه این که هیچی 46 سرت رو یه ذره نه این 46 رو بذار چون سرش یه ذره پایین آقا این طرف پول ریخت ها دونیمه رو ریخت سلامتی عجیبه ما چجوری مردم اعتماد میکنه چرا نکنه مگه مرض داریم این همه عکس بندازیم واسه کلاهبرداری راهی ساده تر هم هست من اگه جایی بودم اعتماد نمیکردم 49 دایی جان سلام خوبین ممنون دایی میتونم امشب ببینمتون کجا خونه آذر جون شب خونه نمیرین نه یه کاری باهاتون داشتم خواستم تنها صحبت کنم باش باش خدافظ سلام یه ماشین میخوام سید خندان بله جاهدم چرا اینطوری میکنی؟ با دایی چی کار داری؟ هم دلم تنگ شده هم یه کاری دارم باش باید برم صحبت کنم لازم نکرده نگران نباش آبروتو نمیبرم باید برم پیش دایی براش توضیح بدم یه مدت نرفتم سر کار بگم حالم خوش نبوده جریان چیه؟ جریان چی؟ جریان این کیف چیه؟ اون کیف امانتی داییه باید ببرم بدم بهش از کی تا دا امانتی دایی دلاره رفتی سر کیف من؟ نگفتم اتاق من رو بلکن تا وقتی که تو این خونه زندگی میکنی وسایل تو زندگی تو همه چیزت به من مربوطه حالا درست حسابی به من بگو جریان این کیف دلارا چیه من بابا دایی حرف بزنم دست سر من بردم من مادرتم باید با من حرف بزنی نمیذارم بری چرا اینطوری میکنی؟ فرناس تو رو به روح فرزاد درست حسابی بر من توضیح بده ببینم جریان چیه من دزدی کردم خیالت راحت شد یعنی چی؟ دزدی کردم گناه کردم چه گناهی؟ من از دایی رسول دزدی کردم از حسابایی که زیر دستم بود سود حسابا رو دلار میگرفتم میدادم به یه وکیلی برام ویزا بگیره که برم یعنی اصلا اول میخواستم فرزاد رو بفرستم بره فرزاد بره؟ کجا بره؟ وقت من که مادرم از هیچی نباید خبر داشته باشم بعد از فوت فرزادم خودم میخواستم برم با کدوم پول؟ همین پولای دایی یا امام رضا خیلی دیر داری صداش میکنی ماما اون روزم رفته بودم پولای وکیله رو بدم دو نفر ریختن سر کجا؟ توی ساختم ای داد بیداد حالا پلیس گرفتتشون اینام همون پول هست
میخوام ببرم بدم دایی، همه چیو براش بگم، شاید منو بخشید. نمیخواد، نمیخواد بری. باید برم، باید بدونه به کی اعتماد کرده بوده. اونم بنزه دوتا چشاش، حساب دو امضاه، تمام اختیار حسابای شرکت، آینده پسرش، همه رو به من سپرده بود. فکر کرده بود چون خونه تولایی تو رگامه، منم مثل خودش لقمه حروم از گلوم پایین نمیره. که نرفت. تاوان سنگینی دادم مامان. همین که گفتم لازم نیست اصلا به دایی چیزی بگی. باید برم، نرم خفه میشم. من یه چیزی میدونم که میگم. چی میدونی؟ میترسی دورمونو خط بکشه؟ میترسی کمکمون نکنه؟ اصلا بهتر. چرا گفتم پول گاراژو نگیر؟ به خاطر اینکه از کار خودم خجالت میکشیدم. خجالت نکش، پول گاراژم هیچ ربطی به این پول نداره. من باید برم. مامان درو وا کن. مامان من بابا دایی حرف بزنم، درو وا کن. بشین تو اتاقت کتاب بخون. چی میگی کتاب چیه؟ درو وا کن مامان. از حساب که سرت نمیشه باید به زور متوصل بشم. مرزه کجاست؟ یه دقیقه بشین، دلشوره واسه قلبت خوب نیست. خدایا این وضعیت کی تموم شه؟ آروم باشی که. چجوری آروم باشم آخه؟ حتما یه اتفاقی افتاده. خدا نکنه، نفوس بد میزنی چرا؟ الو امیر. بله سلام. سلام، تو خوبی؟ به لطف شما. تا الان پیش کسی؟ چطور مگه؟ از فرناز خبری داری؟ نه، دوباره چی شده؟ هیچی، قرار بود بیاد پیش من ولی هنوز نرسیده، نه خودش جواب میده نه مرزه نه خونش. خودش گفت میخواد بیاد. نه میگم خودش گفت میخواد بیاد پیش شما. چی کار داشت؟ چی بدونم. لابد اونم میخواد سهمیه بد و بیراشو نثار من بکنه. چه حسنی داره پدر من؟ حالا همه هی بگن، مهم اینه که چی گیره کی اومده، برای اون که بد نشده. اون که خبر نداره. تو بالاخره راستشو با هم میگی؟ فرناز پیش تو هست یا نه؟ آقا جامون اصلا نمیخواد ریخت منو ببینه. پیش من کجا بود؟ من اونجا رو در انبار منتظر پروانه. خیلی خوب، اگه ازش خبری گرفتی به من بگو. باشه. بعید میدونم خبرش اولی نفر به من برسه.
وضعیتش چطور خانم دکتر؟ احتمالا چند تا شکستگی داره، ولی مهمتر از این وضعیت مغز و نخواهشه. چند سالشه؟ 27 سالشه. دکتر ماهان آنکالی، سریعا خبرش کنیم بیاد. بله. عکس و آزمایشی که می‌نویسم هم سریعتر بگیریم. حتما. خانم از چه ارتفاعی افتاده؟ خانم عزیز، از چه طبقه افتاده؟ از طبقه دوم. چند متر؟ نمیدونم، رو هم کفیم بکنم 4-5 متر. خیلی خوب، خانم جا به جایی با کمترین حرکت لطفا. بله. فشار ایشون هم بگیریم. بله. خانم جان، شما بیاید برید رو اون تخت ها، من فشارتون رو بگیرم. من همینجا بایمیسم، هیچ کاری نمی کنم. قول میدم هرچی شد بهتون بگم. میخواییم به کسی زنگ بزنید بیاد کنارتون باشه؟ آخه به کی زنگ بزنم؟ مرضیه جان. چی شده مرضیه؟ پای تلفن که اصلا نفهمیدم چی داری میگی. بدبخت شدم جان، از پنجره افتاده. پنجره کجا؟ پنجره اتاقش. مگه 2 سالشه؟ چه میدونم. الان کجاست؟ برنش طبقه بالا، میگم وضعش خطرناکه. چی خطرناکه؟ نمیدونم. تو برو بزیلش، شاید کلی چیزی بخوره. باشه بذار اول خودش رو ببینم. تو چرا این به دستت وصله آخه؟ چه میدونم، برو بلم کن. من برمیدم. بفرمید. هماهنگ شده با هماهنگ شده خانم؟ بفرمید. بله بله خانم دکتر. بله خودتون تشریف بیارین بهتره. ممنونم. خانم چرا حرف زور میزنی؟ من دلم میخواد بیمارمو ببرم یه بیمارستان دیگه. آقای محترم، مریض شما رو نمیتونیم جا به جا بکنیم. خطرناکه، خیلی هم خطرناکه. اینجا موندنش خطرناکتره از نظر من. چی شده؟ خانم مریض شما رو نمیتونیم حرکت بدیم. اگه بخوایم با آمبولانس از این بیمارستان به بیمارستان دیگه منتقلش بکنیم باز خطر داره. خب چرا باید منتقلش کنیم؟ چون من میگم مریض. چرا عزیز من؟ این بچه درب و داغونه، مگه میشه تکونش داد؟ خواهر تو چه ساده، اینا دارن اینجوری میگن که پول بیشتری بگیرن. 2 شب بیشتر اینجا میمونه، باید خونه تو بفروشی. ول کن جان. چی شده عزیز؟ میخوام مریضشون رو جابجا کنم. آقای عزیز، ما شما رو فرستادیم اینجا، بیاین رضایتنامه رو امضا کنید. چرا همه چی قمر در عقرب شد؟ خانم اون مریض منه، مسئولیتش هم با منه. میخوام بفرستمش بیمارستان دولتی، مشکلیه؟ از اول نباید میآوردینش. حالا خواهر من یه اشتباهی کرده، من با تا تهش برم؟ ببینید خانم محترم، دختر شما اگه از یه تخت به تخت دیگه منتقل بشه، خطر ورود چربی به خونش هست. یعنی آمبولی، خیلی خیلی هم خطرناکه. خب جابجاش نکنیم دیگه. میبریمش. آقای عزیز، صداتونو بیاریم پایین. اینجا بیمارستانه. جان چرا اینجوری میکنی؟ خب تو بذار من پروندهشو بگیرم بعدم بهت میگم. من نمیفهمم چه اصراری دارین کار غیر منطقی بکنیم. من دکترم میگم این بیمار باید. شما که میگین که واسه خودت میگی. من میگم. خانم پرونده رو بهشون بدین، به دکتر ماهانم زنگ بزنین تشریف نیارن. خانم دکتر تو خود شما اول تکلیفتون رو معلوم کنین خانم. یه لحظه صبر کنین. دلش تو مرضیه. آقا بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید تشریف. تو چی میگی؟ بفرمایید خواهش میکنم. تشریف بیارید. من مریضم اینجا، کجا برم؟ تشریف بیارید بفرمایید. تشریف بیارید خواهش میکنم. بفرمایید. شما تشریف بیارید، من باهاتون یه کار کوچولو دارم. بفرمایید. آقا شما چرا اعصابت؟ ببین قربونت برم. ما کارمون رو انجام بدیم، منو جلوی خواهرم ضایع نکنیم. آقا این کارا چه میکنی عزیز من؟ بفرمایید خواهش میکنم. حالا بفرمایید خواهش میکنم. تشریف بیارید لطفا. بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. ببخشین، من تولایی هستم، برادر مرضیه خانم، همسایه طبقه بالاییتون. بله بله بفرمایید. مثل اینکه زنگشون خرابه، هر چی زنگ میزنم جواب نمیدن. میشه شما ای وای، مگه شما خبر ندارین؟ از چی؟ دخترشون از پنجره افتاده تو کوچه، زنگ زدن آمبولانس اومد بردش، فکر کنم همین بیمارستان سر خیابون بردنش. پنجره؟ بله بله، از پنجره اتاقش. اتفاقا به خواهرتون گفتم به شما یا پسرتون زنگ بزنه، ولی خب آدم اینجور موقع ها قول میکنه دیگه. حالا میخواین زنگ
یعنی چی؟ خودشون میخواستن بذار پایین؟ نه بابا، میخواست از پنجره بره بیرون. من در روش قفل کرده بودم. خب چرا این کارو کرده بودی؟ فکر نمیکردم اینقدر بدبخت شدم امیر، بدبخت شدم. مگه کجا میخواسته بره که نباید میرفته؟ میخواسته فرار کنه؟ نه بابا. پس چی؟ کجا میخواسته بره؟ همه چرا حرف نمیزنی؟ من آخر شبی کشوندی اینجا هیچی هم نمیگی. اگه من امین شما، به من اعتماد داری، عضوی از خانوادتونم، خب بهم توضیح بده دیگه. میگم پیش کی میخواسته بره؟ پیش بابات. خب چی شد؟ من نمیخواستم بره. چرا؟ ترسیدی هرچی از ذهنش در میاد و بگه؟ برعکس. عمه چی شده بود؟ چرا توضیح نمیدی؟ پیش بابام برای چی میخواسته بره؟ چی میخواسته بهش بگه؟ حتما موضوع سر گاراژ دیگه. تو این خانواده همه این مشکلات آخر سر میرسه به گاراژ. نمیدونم مرگ و زندگی و خوشبختی و بدبختی و طلاق و ازدواج و کار و بیکاری و... بس کن امیر، صدا تو سرم میپیچه. این پتک رفتی رو اعصابم. الان مثلا من خیلی اعصابم درسته؟ اومدم چند روز خودم بزنم به بیخیالی، آخرش هم که اینجوری. اما این از بی کسی. چرا بی کسی همه؟ الان من اینجا پیچتم دیگه، بگو چی کار کنم. خود از بیمارستان بندازنش بیرون، به خاطر اینکه جهان با پرسنلشون بد برخورد کرده. چرا؟ دیوونه است مگه؟ چی بگم والا؟ همه توضیح بده چی شده دیگه بابا، بگو دیگه. چرا نمیگی؟ چی شده همه؟ بچه هم داشت میمرد، الان هم میگم اون سخونا شکسته. بعدش هم هنوز خطر رفت نشده. دکترم که میگه اگه تکونش بدین من مسئولیت قبول نمی کنم. بلند شو بریم چی کار میتونیم بکنیم. پاشو بریم همه، پاشو بیا دیگه. باید ببرینش. اگه زودتر پرونده رو تشکیل داده بودین میشد دکتر رو راضی کرد، ولی الان اصلا. خانم شما خودتون گفتین خطرناکه. شما هم خودتون گفتین با مسئولیت ما. اینجا الان هر اتفاقی بیفته مسئولیتش با پزشک اورژانسه. ایشون هم که قبول کرده بودن، ولی خودتون نخواستین. الان هم هر کاری میکنیم راضی نمیشن. من کلی باهاش صحبت کردم، از طرف شما هم عذرخواهی کردم، ولی میگن نه، باید بیمار رو ببرن. خب ما اشتباه کردیم. اون که داییش بود اینا هر کار زد، من مادرشم. الان میخواین من برم رو به رو با دکتر صحبت کنم، ازش عذرخواهی کنم، بگم غلط کردیم؟ این چه حرفیه خانوم؟ حالا ما الان میخواییم اینجا بستری بشه، داییش هم هر حرفی زده الان نیستش که، بعد چیکار کنیم؟ داییشون به محض اینکه اومدن بعد پرونده تشکیل میدادن که اون شلوغ بازی رو راه انداختن. چیکار کنم من؟ سلام. سلام. چه خبر؟ خبری نیست، میخواییم ببریمش از اینجا. حالش چطوره؟ شما بهتری. چرا میخواین از اینجا ببرینش؟ اینجا خوب نیست؟ جان کی به شما خبر داد؟ حالش چطوره؟ خوب نیست. دارن چی کار میکنن؟ ترخیصش میکنن؟ بفهم میکنم دارن پرونده تشکیل. ممنون. این دکتر راضی شده؟ اینجا امضا کنم؟ بله. امیر تو رو خدا برو ببین چه خبره. خیلی متشکرم. کار انجام شد، دکتر تو راه داره میاد برای عمل جراحی. یعنی میمونه اینجا؟ آره میمونه. کجا ببریمش؟ من صحبت کردم همه کارا حل شد. گفتم حل میشه. دست درد نکنه. خواهش میکنم. فقط یه پرسجوی بکن ببین دکتر ماهان چطوره. نه. پاولگنش سالمه. صورتش هم همینطوره. نگران مغز و نخواهش هستم. خیلی خب بیا. باش. بیا آزر جم. خدا حافظ.
چطور روزی شدم؟ باشون حرف زدم، آزارم زنگ زد. جهانم عصبانی کردن. حالا که درست شده رندل. دلم داره میترکه. یه شونه هم نیست که سرم بذارم روش گریه کنم. من 30 سال پدر ندارم، ولی تو این چند روزه که احساس میکنم بی پدرم. کاش اصلا هیچی نمیگفتی رسول، کاش همون رسول باقی میموندی. با این کارت بزرگی کوچیکی رو از بین بردی. الان بزرگی من کیه؟ من چی به تو بگم رسول؟ ببخش. من این رسول سرفکنده رو نمیخوام. لااقل دروغی نیستم، همینم که هستم واقعیت من اینه. واقعیت مثل زهر مار تلخه. من نمیخواستم که بفهممش. اگه این سال و این همه از هم غافل نشده بودیم، الان این عاقبتمون نبود. ببخش مرسی. دیگه نمیدونم کی باید کیو ببخشه. دکتری که قراره عملش کنه الان اومد. پس من سریع برم. تو نمیدونی چی شده؟ شما که آمار زندگی ما رو توی این روزا بهتر داری که. مرضیه خانم نگفت چی شده؟ از پنجره میخواستی بپره بیرون. چرا؟ در روش خوف کرده. چرا خب؟ لابد یه دلیلی داشته دیگه که به من و شما مربوط نیست. نپرسیدی چرا؟ نمیپرسی؟ میپرسیدی چرا؟ شده بود. خدا رو شکر به خیر گذشت. خدا رو شکر، خدا رو شکر. نباید بذاریم این دختر از دست بره. باید یه فکر اساسی براش بکنیم. من با مرزی صحبت کردم، حرفش منو از پا در آورد. مرضیه چجوری تونست بهت بگه؟ یحیی هر چقدر با خودش کلنجار رفت نتونست بهت بگه. خب خدا رو شکر فرناز پشیمون شده، خودش میخواسته پولا رو یواش یواش برگردونه. یعنی چی؟ یعنی اختلاف حساب ها مال فرناز بوده؟ پس مرضیه چی به تو گفت؟
فروش کار کردم. مثل این که با این وکیلای مهاجرتی صحبت کرده. البته وکیل که چرس کنم از این کار چاخ کنا. خب خب که همین دیگه. مهاجرت چی؟ کجا؟ مهاجرت به کانادا. اول میخواسته فرزاد رو بفرسته، بعد که فرزاد اونجوری میشه فرناز خودش رو جایگزین اون میکنه. بعد که ماجرای دزدی رو یحیی میفهمه از فرناز قول میگیره که پولا رو پس بده. یعنی ماجرای دزدی هم به این مربوط میشه؟ آره؟ آره دیگه، قسط آخر رو میدزده. چقدر بوده؟ نمیدونم. مار درستی رسول، تو رو خدا به روی بچه نیاری یا خواسته پولا رو برگردونه. آخه چجوری میتونه برگردونه؟ مگه نمیگی داده به وکیل؟ چجوری میخواد جور کنه برگردونه؟ میخواد بره از یک کس دیگه بدوزه؟ آره؟ نه خیر، یه بخش زیادش قسط آخر بوده که اون دزدیده میشه. خب آگاهی اون پولا رو پیدا میکنه برمیگردونه. خب چقدر بوده؟ حالا چه فرقی میکنه 10 تومن یا 100 میلیون؟ فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. منم اگه 10,000 تومن از پدرم برداشته بودم الان این همه گرفتاری و مصیبت نداشت. معلومم نبود. میگم چقدر بوده؟ خودش بعدم بهت میگه، من نمیدونم. میدونی نمیخوای بگی. اصلا دیشب که با مرضیه حرف زدی، من میخوام ببینم مرضیه چی بهت گفت که میگی از پادر اومده؟ ها؟ عجب. پس به همین دلیل در رو روش قفل کرده بوده. میخواسته هیچ که نفهمه که دخترش دزدی کرده. بله، نباید عاطفه داشته باشم. مرضیه گفت هر جوری که شده، هر بلایی که سر فرناز اومده تقصیر توه. رسول، این مادر و دختر الان به تو احتیاج دارن. اگه تو دیشب نبودی میدونی چی میشد؟ هیچ کدومشون چش ندارن منو ببینن. علنا به هم گفتن دیگه. بیا کارتو بگیر، اگر هزینه ای داشت انجام بده. بیا تو. نه خوابم میام، میخوام برم خونه. از تو دیشب میدونستی فرناز با من چه کار داره و نگفتی؟ نه همه شرط و شروط ها فقط مال منه، این منم که باید جواب بدم. من اگه میدونستم تو نمیدونی الانم بهت نمیگفتم، ولی چون به یحیی قول داده بودم بهتر بود که پیش خودم بمونه. این راست. سر شدیم برای شما مزر جون. این چه حرفیه که میزنی؟ من دوباره با دکتری صحبت کردم، گفت خدا رو شکر مشکل خاصی نداره، ولی به خاطر اینکه رسیدگی بهتری بشه بهش بهتر چند روز بیمارستان بمونه، دست درد نکنه. به زحمت افتادی دیگه، شرمنده. خواهش میکنم. داروهاشو گرفتی؟ بله، تحویل پرستار بخش. دست درد نکنه. چقدر شد آقا یعنی؟ هیچی بابا، چه حرفی. نه اینجوری که نمیشه اصلا. حالا میاد بیرون باش حساب کن.
رسول؟ کجایی رسول؟ 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 آذر جان، باید مدتی با خودم خلوت کنم. حالا حال تو رو میفهمم که سر به کوه و دشت گذاشتی و سر از شمال در بردی. منم باید از این شهر بزنم بیرون، تنهای تنهای تنها باشم. دنبالم نگرد، میدونم برای تو زحمت زیادیه. این وکالتنامه همه کاراش انجام شده. هر وقت خودت صلاح دونستی به دست صاحباش برسو. بازم از تو و همه خوبیات ممنونم. سلام بابا، خوبم. رسول؟ نه، هنوز بر نگشته. گفت همین روزا دیگه پیداش میشه. به شما زنگ نزده؟ خیلی خوب، باشه باشه، کاری نداری. خدا مگه میشه همچین چیزی؟ یه آدرسی، یه نشونی، هیچی؟ گفتم شاید شما ازش خبر داشته باشی. من که خبری ندارم، ولی میتونم به بچه ها بگم اگه نشونی شد بهتون بگم. نه، زیادم خوبیت نداره که همه در جریان قرار بگیرن. میخوای یه آگهی روزنامه بدین؟ نه، اگه بفهمه ناراحت میشه. گم که نشده آقا رزی. خدا بیامرزه پدرشو. پدرش هم بچه تهران بود. وگرنه میگفتم رفته ولایت باباش. بفرمایید. دست درد نکنه. شما خوبی؟ الحمدلله. سلام. خدمت شما. فکر میکنم دیگه با من کاری نداریم. شما به من زنگ زدین. نگاه کنیم ببینیم کما کسری چیزی نداشته باشه.
الان مشکل چیه؟ من کار بدی کردم؟ نه مشکلی نیست. گرفتن حق سخته، تلخ. اون خودش میخواست همه حق و حقوقتون رو بهتون بده قبل از اینکه خودتونم خبردار بشین. پس الان ما بدهکارم شدیم. آقا جهان، برادرتونه، بد نیست کم رعایت حالشو بکنین. مگه اون رعایت حال ما رو کرد؟ کاش همون آقا جهان خوشمشرب قبل بودی. من مشکلات زیاد دارم. مشکلات من با برادرم هم یهویی زیاد شد. گاهی وقتا فکر میکنم اگه 10 تا گاراژ دیگه به من میداد دلم باش صاف نمیشد. میدونی چرا؟ چون یاد بدبختی ها و ناتوانیات افتادی که تو همه اینا متهم ردیف اول برادرت رسول. وقتی میفهمم بابای من میخواسته سهم الارث ما رو بده، اون وقت داداش ما همه رو هاپولی کرده و بری شما خندیده میگفتم کاش برادر من نبود، کاش هیچ کاری واسه ما نکرده بود. شما زن عاقلی هستید، خوب میفهمید که اگه حق منو داده بود الان نیازی به این لطفا نبود. غلط میگم؟ اون خودش هم اصلا از داشتن گاراژ خوشحال نبود، برای همین گاراژ به حال خودش رها کرده بود. یعنی تو کاری که کرده بود خودش هم مونده بود. خب الان این حالش چه فایده ای واسه ما داره؟ بابا ما تا اینجا پریم که شدیم این، وگرنه ما بلد بودیم با پولی که از بقیه ها پولی کردیم یتیم داری بکنیم و از رو بخشش کنیم. آقا جهان، درکی ندارم.